سلام علیکم دوستای عزیز، خدا کنه جور سر حال باشین. ما خودم شکیلا هستم. امروز به خانه زینب جان شان آمده، مینا امیش هستک. میخواییم یک چند لحظه امرایشان صحبت داشته باشیم. به خاطر امی حادثه که سرشان آمده، میخواستم یک چند لحظه امرایشان صحبت داشته باشم. انشالله شما صحبت ها را تعقیب کنین، اینا میگن انشالله. بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ نه، اما روزی که این حادثه رخ داد، این زینب جان از خانه صبح بود، ساعتای 8:30 9 بجه بود، از خانه برآمد رفت پیش سودا. گفت من که از این طرف پس آمدم، ما میخوایم که در اونجا در داخل یک سرای یک قاری استک برخواد سرایوانی گرفته، باز در داخل از اون یک اتاقه که برخواد جور کرده، هم طفلای منطقه را درس میده، از درس علوم دینی را برشان میده. بازی گفته ما میرم اونجا که ما ثبت نام کنم. گفتم خود صحیح سک ای که ساعتا 11 بجه بود، ای دروازه تک تک شد، ای گریه کده آمد، گریه کده داخل اولی شد، همشیریش بر آمد سعی کنه که چی ها پسک، ای که بر آمده بر خورک خود قصه کده که اینمی نفر همراه من اینی کار کرده. ما برآمدم دیدم که زینب گریه میکنه، طرف پایش سعی کردم که از پچلکایش خون سر کنه. ما گفتم کی کار کرد؟ گفت اون نفر. خب رفتیم در جان از این کل فامیل خیستیم، برآمدیم رفتیم این نفر از او جای ما ندیده بودیم، ای بر ما رو شام دادی رو بردیم. ای خودش هم بسیار وضعیتش خراب بوده، این نفر رو پیدا کردیم، اونجا به اوزه تلفن کردیم، به اوزه ای رو تسلیم عوضه کردیم. خود ما مریم ممی زینب جان بردیم به شبخانه. بسیار یک خونریزی بسیار شدید داشتن، بسیار زیاد دیگه وضعیت بسیار خراب داشت. ما می ترسیدیم خدای ناخواسته این نمره. بازم اونجا بردن شب دکتر صاحبا به عملیات خانه بردن شب، جلو خونریزی شا گرفتن دیگه. یک دو سه روز اموجا در شفخانه بستر من حال رخصت شده، رخصتش کرده، آمدیم خانه. فعلا دیگه وضعیت زینب جان و قدر خوب نیست، از نگاه صحی و صحتش خراب است، از نگاه روانی هم روانش بیخی خراب شده. میترسه، چیخ میزنه، در زمین ششته نمیتونه صحی نان میخوره، یک بغله در زیر دستش بالش نمیمونیم، پای کل خدا چی میکنه، ششته نمیتونه در زمین. بسیار وضعیتش خوب نیست. دیگه اینال شما از دولت چی میخواییم؟ ما از دولت میخواییم که این نفر مجازات کنه، مجازات کنه که چرا با این حق از این طفل معصوم پاک این ظلم برش کرده. این همه که میخواییم که این عدالت بالای از این نفر تطبیق کنه. و پیشتر شما گفتیم که کسی تهدیدتان میکنه؟ بله، ما تهدید میشیم، از هر طرف تهدید میشیم، بسیار میترسیم. خود ما دیگه طفلای ما رو بخیر، روانش خراب شده، ایران هستیم اینا چه رقم مکتب برن، چه رقم درس بخوانن، نمیفهمیم بخیرم رای خدا بخیر گم کردیم، چی کنیم ایران ماندیم. خواه دیگه دولت ما باید از این با خبر باشن که انت شما را که تهدید میکنن، از شماره ناشناس بر شما زنگ میزنن، زنگ میایه، حتی شماره شان هم نمی باشن، ناشناس می باشن. دیگه دولت ما باید از متوجه شما باشه، با خبر باشن که این همی کسایی است که اخطار میتیتان. دیگه بازم بیاره یک دفعه امرایتان مصاحبه بگیرن که بفهمن که این همی گپ از سرتان. بله، دیگه چیز گفتنی نداری؟ دیگه چی بگویم دیگه، این همه قدر اگر امکانش باشه که بر ما یک دعوتنامه کرد، ما کمک کنن هم وطنهای ما که دمجه هست، که ما از همی جبیه ممی از افغانستان خدا بکشیم در جایی که آرام باشه، کمی روح روان همی زینب جان از دیگه طفلای ما آرام باشه که درس خدا بخوانند و مثل یک انسان و زندگی خدا پیش ببریم، زندگی کنیم. حالا ما انسان هستیم، ما خود
از دیگه جای نامدیم خو ما حق زندگی کردن داریم در روی از زمین دیگه چی داریم نایفم چی کنم دیگه خیر است خورا قندم گریه نکو خدا مهربان از خانه ظالم خراب شود ما و شما بیازو چندان دولت نداریم چندان وطن نداریم که وطن ما خوب است خود دولت زورمندان ما کسایی که زوراور هستن اونا خوب نیستن دیگه اگر اونا جلو از کارا را بگیره چرا با دختر 8 ساله تجاوز جنسی صورت بگیره باید از اینا را همشانه همی خود دولت ما باید از پشت شد